بسم الله الرحمن الرحیم درس امروز ما شما دی پی بر دی تیس دی پی اوور دی تی پرشر دیفرنس اوور تایم دیفرنس دی پی بر دی تی مطلبش از این است که وقتی که بوتاین دیاستولش ختم میشه در زمان دیاستول خواه ارتا بسته است مایترال واز است دیاستول که ختم شد مایترال هم بسته میشه شروع میشه سیستول بوتاین سیستول میکنه فشار وارد میکنه هر دو دست هم بسته است سر مایه فشار وارد میکنه که مایه خارج شد پرتاب شد بیرون در این صورت فشار در بوتاین بالا رفته میره به سرعت بالا رفته میره میره تا یک وقتی که ایجا فشار به اندازه بلند شوه که تفاوت فشار بین بوتاین و بین اورتا به اندازه باشه که اورتا خودش واز شوه ایجا صفحه ایجا شن شروع میشه باز تا اونمو زمان در ایجا فشار بلند رفته میره مثلا اگر ما شما موجه دیستولی که مایترال رسم بکنیم دیستول مایترال ای است ایس در اینجا مایترال بسته میشه فلو قطع میشه بوتاین شروع میکنه دی سیستول سیستول جریان داره 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 یک وقت اورتا که واز میشه باز اجکشن شروع میشه اینی مرحله از ختم موجه ای مایترال یعنی دستام مایترال که بسته شده تا واز شدن دستام اپرد در این منطقه را این را ایزوولیمیک کانترکشن تایم میگن ایزوولیمیک بخاطر ازی میگن که حجم در بوتاین تفاوت نمی کنم ایزوولیمیک میگن درست؟ اگر در این مرحله قسم باشه که مایترال ایجا یک فوهگه که داشته باشه از ایجا رگورجیتیشن به وجود بیه ریگرج به وجود بیه ما شما میتونیم که از روی از این موجه رگورجیتیشن ببینیم که فشار در بوتاین به چی سرعت بالا میره در غیر از خود نمیفهمیم اگه ایجا رگورجیتیشن نباشه بوتاین سر مایه فشار وارد میکنه ایجا فشار بالا رفته میره ما شما نمیفهمیم اگر رگورجیتیشن موجود باشه از روی رگورجیتیشن باز ما شما حد زده میتونیم که فشار در بوتاین به چی سرعت بالا میره اگر در ایجا ما شما سر از این موجه سر رگورجیتیشن کانتینیوس ویو دوپلر را پرتیم کانتینیوس ویو دوپلر را که انداختیم جریان شروع میشه آهسته آهسته زیاد شده میره اینجا که فشار وارد میکنه اینجا فشار بالا رفته میره اینجا سرعت زیاد شده میره با مو سرعت مایه آمده میره این ای رقم موجه رسم میشه این ای رقم درست؟ اگر ایجا فشار زیاد بلند باشه ایجا سرعت زیاد است درست؟ اگر ایجا فشار کم بالا میره ایجا سرعت کم است خونی خونی که از یک جفت دیگه جفت میره نظر به تفاوت فشار میره درست؟ ایجا که فشار بسیار بلند باشه ایجا سرعت زیاد است با سرعت زیاد می تفاوت زیاد می باشه اگر ایجا فشار کم بالا شه ایجا تفاوت کم است با سرعت کمتر می اگر این رقم باشه که بوتاین بسیار قوی تقلص بکنه بسیار قوی تقلص بکنه مثلا یک دفعه سر از مایه فشار بره فشار بوتاین دفعتن بالا بره بسیار مایه ایجا رگورجیتیشن شروع شد دفعتن در پیک میرسه درست؟ اینه به این شکل دفعتن در پیک میرسه در ایجا ما شما سنجش کنم میتونیم که کدام مریض فشار سیستولیکش اما وظایف سیستولیکش بهتر است اینی مریض بوتاینش آهسته آهسته فشار وارد کرد وظیفه سیستولیکش ضعیف بود درست؟ این مریض دفعتن فشار وارد کرد فشارش دفعتن در بوتاین زیاد شد این مریض وظیفه سیستولیکش خوب است درست؟ اگر ما شما این رو ببینیم که از یک متر مثلا اینجا یک متریس اینجا سی متریس درست؟ فشار در سرعت یک متری یک متر ای سی متر اگر ما شما به سرعت به فشار تبدیل بکنیم ویلوسیتی مربع ضرب چار درست؟ یک هم که مربع کنی یک ضرب چار چار اینجا سرعت چار میلیمتر ستون سیما بس در این سی متری سیر اگر ما شما مربع کنیم ضرب چار کنیم سی سی نو میشه نو چار سی و شش در اینجا فشار سی و شش
میلیمتری ستونی سیما باز در این نقطه. درست؟ در این مریض فشار از 4 متر از 4 میلیمتر ستون سیماب تا 36 میلیمتر ستون سیماب در این قدر تایم بالا رفته. اینه 1 متری دیجه 3 متری دیجه این قدر وقت گرفته، اینی تایمش هست. درست؟ ایره ما شما تقسیم امو تایم بکنید، برای ما شما نشان میده که فشار در بوتین به چی سرعت بالا رفته. درست؟ یعنی 4 که 36 منفی بکنی 32 میمانه. فشار در بوتین به اندازه 32 میلیمتر ستون سیماب در اینقدر تایم بالا رفته، در اینقدر وقت مدت زمان. درست؟ پس در این مریض اگر ما شما فکر بکنیم که اینی تایم مثلا 200 میلی سیکند باشه، درست؟ 32 تقسیم 200، البته اینی تایم که اندازه میکنیم در فرمول سیکند است، صفر اشاره دو باید نوشته بکنیم. درست؟ اگر میلی سیکند ماشین را پر میتن، ماشین ها عیار شدگی، بعض ماشین ها به سیکند تایم اندازه میکنه، بعضش به میلی سیکند. هزار میلی سیکند یک سیکند است. پس این اگر ما شما به عوض ازی که نوشته بکنیم 0.2 سیکند نوشته کنیم، اگر اینجا ما شما نوشته میکنیم 200 میلی سیکند، پس صورت هم باید ضرب 1000 بکنیم. درست؟ یعنی 32000 تقسیم 200 به این شکل. اینقدر فشار در اینقدر وقت بالا رفته. درست؟ در این مریض دیگه اگر ببینیم، در این مریض ما شما 1 متریش تا 3 متری را این اندازه بکنیم، یعنی 4 میلیمتر ستون سیما فشار تا 36 میلیمتر ستون سیما فشار، 32 میلیمتر ستون سیما فشار، در اینقدر تایم بالا رفته. این را میبینیم بسیار تایم کم است، شاید 50 میلی سیکند باشه. درست؟ پس در این مریض 32000 میلیمتر ستون سیما فشار در 50 میلی سیکند بالا رفته. 50 میلی سیکند. پس این نشان میده که این مریض وظایف سیستولیکش خوب است. پس دی پی بر دی تی چی است؟ دی پی بر دی تی سرعت افزایش فشار بوتین چپ در زمان ایزوولمیک کانترکشن تایم است. سرعت افزایش فشار است. فشار در بوتین چپ بس چی سرعت بالا میره؟ این ما شما میگیم که دی پی بر دی تی است. درست؟ دیفرنس پرشر اوور دیفرنت تایم. درست؟ پس این برای ما شما وظایف سیستولیک نشان میده. اندازه نرمالش 1200 میلی متر ستون سیما فی سیکند است. اگر ازی که کم میشه ما شما میگیم که وظایف سیستولیک بوتین خراب است. دی پی بر دی تی میتونه که وظایف سیستولیک بوتین چپ اندازه بکنه، به اون شکل میتونه وظایف سیستولیک بوتین راست هم اندازه بکنه. برای تعیین وظایف سیستولیک بوتین راست ما شما اول باید ببینیم که تراکاس پرگوجیتیشن موجود است یا نه. وقتی که تراکاس پرگوجیتیشن موجود بود ما شما دیگه کانتینوس ویو دوپلر میندازیم. کانتینوس ویو دوپلر که انداختیم موجه رسم میشه. موجه که رسم شد دیگه 1 متر و 2 متر میگیریم، به خاطر از اینکه موجه رگورجیتیشن در سامی تراکسپید سرعتش کمتر است. در اینجا فشار بوتین تا 20 سیر بالا میره، فشار بوتین چپ تا 100-120 بالا میره. درست؟ به او خاطر اینجا سرعت بسیار زیاد است، در اینجا سرعت کمتر است. ما شما اینجا 1 متری و 2 متری رو میگیریم. اگر 1 متر بگیریم اینجا فشار 4 میلیمتر ستونی سیما میشه، در سرعت 2 متری 2 مربع 4 میشه، 4 ضرب 4 16. اینجا فشار 16 میلیمتر ستونی سیما است. پس فشار از 4 میلیمتر ستون سیما تا 16 میلیمتر ستون سیما در چقدر تایم بالا رفته؟ درست؟ یا از 4 که 16 را منفی کنی 12 میمانه. درست؟ ما شما میبینیم که 12 میلیمتر ستون سیما فشار در بوتین به چی سرعت بالا رفته. البته این ضرور نیست که حتما ما 1 متر و 2 متر بگیریم یا 1 متر و 3 متر بگیریم، حتما بسیار دقیق نیست. ماشینا خو قسم عیار شده که می فرمول برنولی ویلوسیتی مربع ضرب 4 در کل ماشینا است.
وقتی که ما شما کرسر در دوپلر دیجه میمونیم ماشین اوتومات نشتن میکنه که دیجه ویلوسیتی چقدر است و پرشر گرادین چقدر است، هر دوش نشتن میکنه برای ما شما. اگر ما شما مثلا اینی ساحر اندازه کردیم ایجه را، شاید ایجه ماشین برت نشتن کنه کنه ایجه فشار دو اشاره 5 میلیمتر ستونی سی مواباس، درست؟ باز این ایجه را اندازه میکنیم، ایجه را شاید برت نشتن کنه که ایجه فشار 18 میلیمتر ستونی سی مواباس. پس در این صورت برای ما شما تفاوت نداره، ما شما این دونیم از 18 منفی میکنیم، درست؟ دونیم از 18 منفی میکنیم، نشتن میکنیم که 2.5 منفی 18 مساوی میشه به 15.5 میلیمتر ستونی سیما فشار در چقدر وقت بالا رفته؟ اینی فشار اینه، اینی تایمش. پس کرسر ما شما ضرور نیست که بسیار دقیق باشیم، حتما در یک متری بانیم یا حتما در 3 متری، خب اگر برابر شد خوب، در غیر از اون کرسر کمه که کشور بیتی جا فرق میکنه. بهترش همون است که می کرسر تا در یک جای بانی فشارش ببینی که چقدر است، باز کرسر در یک جا بانی باز فشار ببینی که چقدر است، ایره باز از اون منفی بکنی ببینی که اینه قدر فشار در چقدر تایم بالا رفته. این شد دی پی بر دی تی. برای بوتین راست یعنی کتیزی ما شما میتونیم که سرعت افزایش فشار در داخل بوتین بسنجیم که فشار به چی سرعت در بوتین بالا میره. رزیستنس چی است؟ رزیستنس هم میگن که تناسب فشار نظر به جریان است، ریشیو آف پرشر تو فلو، درست؟ تناسب جریان نظر به فشار است. اگر با شما سیستمیک واسکولار رزیستنس بخوایم پیدا بکنیم، مثلا در اینجا آورتاس بوتین چپ وقتی که سیستول میکنه، اگر فشار در بوتین در آورتا پایین باشه، از اینجا مایع بسیار با آسانی میره به طرف شریان، درست؟ اگر اینجا رگوجیتیشن موجود باشه، بوتین که سیستول کرد چون اینجا فشار پایین است، زیاد خون این طرف میره کمیش این طرف میره، بوتین اونقدر زور نمیزنه، به یک فشار کمتر میتونه که خون خودا ایجکت بکنه به طرف شریان. پس اگر فشار در اینجا بلند باشه در آورتا، در آورتا که فشار بلند بود، مثلا سابق فشار 100 بود، در اینجا بوتین فشار وارد کرد تا 110 را که فشار وارد کرد کل خون خارج شد به طرف شریان رفت. آره مثلا فشار در اینجا 200 است، مثلا فکر بکنید که فشار در آورتا 200 است، بوتین مجبور است که فشار وارد کنه 220 که خون ایجکت بکنه به طرف شریان. پس در این صورت بوتین باید زیاد فشار بده، زیاد باید زور بزنه، در اینجا که مایع را فشار میده این طرف رفته نمیتونه، کلش این طرف میگروزه، اینجا فشار در وزن پایین است، درست؟ اینجا تفاوت زیاد است، خون کلش به این طرف میه، این طرف خون کمتر میره طرف شریان. پس فرمول ما شما این رقم نشته میکنیم که مایترال رگورجیتیشن ویلوسیتی تقسیم لفت ونتریکل آوت فلو تراکت تایم ویلوسیتی انتگرال، این برای ما شما رزیستنس نشان میده، این مسائل به سیستمیک واسکولر رزیستنس. پس دیجا ما شما از روی مکانیزم میفهمیم که ایجا که فشار بلند باشه بوتین که سیستول میکنه ایجا خون کمتر میره، ایجا وقتی که ما شما پلس ویو دوپلر را پرتیم، ایجا پلس ویو دوپلر را پرتیم دیجا موجه رسم میشه، این موجه کوچک رسم میشه، ایره که حلقه کنیم در مخرج ازی میمانیم یک عدد کمتر به دست میه و بوتین چون ایجا فشارش بسیار بالا رفته مثلا تا 220 ایجا خون بسیار با سرعت میره به طرف اوزین، مایترال رگوجیتیشن ویلوسیتی بسیار بلند است، ایجا کانتینیوس ویو دوپلر هم اندازیم، کانتینیوس ویو دوپلر که انداختیم موجه بسیار بلند رسم میشه، این موجه رو پیکش میگیریم در اینجا میمونیم. پس هر قدر که رگوجیتیشن مایترال سرعتش زیاد باشه، عمق فشار بوتین بالاست، عمق رزیستنس در اینجا بلند است، درست؟ و هر قدر که در اینجا خون کم بره به معنی که اینجا مقاومت موجود است، خون رفتن نمیتونه. برعکسش اگر مثلا اینجا فشار بلند نباشه، اینجا پایین باشه، بوتین که سیستول میکنه اینجا
مقدار زیادی خون از لفت ونتریکل اوت فلو میره. پس ال وی تی تی وی شما زیاد رسم میشه. ایره حلقه میکنیم، ال وی تی تی وی در مخرج عظیم میمونیم. و ایجا چون کم فشار داده، خونی که طرف وزین میره، با یک سرعت کمتر میره. پیک ویلوسیتی ما شما کم میبره. این برای ما شما نشان میده که واسکولار رزیستنس چقدر است. یعنی به صورت خلاصه در بوتین هر قدر که فشار بالا بره ای با معنی ازی است که ایجا فشار بلند است بوتین نمیتونه خون خود با آسانی ایجکت بکنه ایجا واسکولار رزیستنس موجود است امی فرموله ما شما میترال رگوجیتیشن ویلوسیتی تقسیم الویوتی تی وی آی که بکنیم میترال رگوجیتیشن ویلوسیتی تقسیم LVOT TVI این میگه اگر از 0.27 زیاد شوه امی بر ما شما نشان میده که سیستمیک واسکولار رزیستنس بلند است هر قدر که بالا رفته میره مقدر سیستمیک واسکولار رزیستنس بلند است خب یکی ما شما رزیستنس داریم یکی امپیدنس داریم رزیستنس ما شما گفتیم که تناسب فشار و جریان است و امپیدنس که است توتال اپوزیشن تو فلو مطلب تمام مقاومت هایی که در مقابل جریان موجود است این چی که اورتیک استینوز است چی که در داخل جریان کدام استینوز دیگه است نظر به فشار نیست استینوزش شما میگیم یا تون اعوی زیاد است و قدر زیاد تفاوت نداره بازم فرمول شما تقریبا امور رقم است امپیدنس بزایت نشان میده زید مساوی میشه با سیستولیک بلاد پرشر تقسیم ستروک والیوم اندکس یعنی فشار خون هر قدر که بلند باشه ما قدر رزیستنس زیاد است امپیدنس هم قدر زیاد است درست؟ خو رزیستنس هم تقریبا نمیتونه یک چیزی بود و ستروک والیوم هر قدر که کم باشه اما قدر مقاومت موجود است در مقابلش درست؟ این دو اصطلاح قدر خود در حال در کتاب نو عنوان ها را جدا کرده تقریبا مفهومش در اوجه ما شما LVOT TVI میگرفتیم برای ستروک والیوم اینجا هم ستروک والیوم میگیرن ستروک والیوم اندکس هم میگیرن ستروک والیوم اندکس که است نظر به بادی سرفیس ایریا است مثلا ما شما حجم ستروک والیوم تعیین کردیم بازی رو تقسیم مساحت سطح بدن میکنیم درست؟ تقسیم بادی سرفیس ایریا میشه اون امور میگن ستروک والیوم اندکس که نظر به اینکه بعضی کسا جسامت کوچک داره بعضی کسا جسامت بزرگ داره با او تطابق بکنه اگر اینطور باشه که اورتیک استنوز موجود باشه مثلا یک مریض است در اینجا اورتایش هم استنوتیک است وقتی که اورتا استنوتیک باشه اینی فرمول کمک فرق میکنه باز سیستولیک بلاد پرشر جمع مین پرشر گرادین در قسمت اورتیک والف و تقسیم امو ستروک والیوم اندکس که هست تقسیم از اون اگر ما شما اینجا کانتینیوس ویف دوپلر را پرتیم سر دسامی ابهر موجه رسم میشه این موجه را که ما شما حلقه کنیم امو مین پرشر گرادین برای ما شما میتن درست؟ امو مین پرشر گرادین تا باز دیجا وزن میکنیم سیستولیک بلاد پرشر جمع مین پرشر گرادین تقسیم ستروک والیوم اندکس این در صورتی که اورتیک والف ستنوز موجود باشه امپیدنس ما شما دیجا سنجش میکنیم که چقدر است البته ایرا امپیدنس ای تو یک مخفف وی ای داره وینتریکول آرتریال امپیدنس درست؟ وینتریکول آرتریال امپیدنس خو امپیدنس ساده بود درست اینا میگن در صورت که اورتیک سینوز باشه وینتریکول آرتریال امپیدنس میگه اگر وینتریکول آرتریال امپیدنس از 3.5 زیاد بود اینا مودرت امپیدنس میگه اگر از 4.5 زیاد بود اینا سیویر امپیدنس میگن در مریضایی که اورتیک سینوز داره ما شما میتونیم که امو رزیستنس در خود قسمت اورتام تعیین بکنیم که چقدر است فرمولا مختلف است دیگه امو مین اورتیک رزیستنس که است یعنی این مساوی میشه با مین پرشر گرادینت تقسیم اورتیک فلو درست
من پرشه گردید ما شما گفتیم اینجا کانتینیوس پیو دوپلر میندازیم موج کرسم شد القا میکنیم من پرشه گردینتش میگیریم و اورتیک وال فلو که است اما ال وی تی فلو ما شما گفته بودیم که ال وی تی فلو ماسویس با اورتیک وال فلو اما استروک والیوم که تعیین بکنیم اما همون گپ از دیگه تقریبا درست و نمو فرمول تقریبا اونقدر تفاوت نداره فرمول دیگه اش که 28 جذر پرشه گردین تقسیم به اورتیک وال ویریوس از این فرمول یک ذره مشاره شده این فرمول پس پیدا شده عینگه اگر ما شما بخوایم که پلمونری واسکولار رزیستنس پیدا بکنیم یعنی چقدر مقاومت در شریان پلمونر موجود است در او صورت ما شما میریم در پاراسترنال شارت اکسس اورتیک لیول در اینجا پلمونری والو و پلمونری آرتری را ما شما پیدا میکنیم در این صورت ما شما میبینیم که بوتین راست ای رایت وینتریکل است درست ای که سیستول میکنه اگر دیجا در پلمونری آرتری فشار پایین باشه کل خون ای طرف می طرف پلمونری آرتری می اگر ایجا ترایکاس پر گوجیتیشن موجود باشه ایجا خون کم می به سرعت کم می چون ایجا که فشار پایین باشه بوتین با یک فشار کمتر خون ایجکت میکنه ایجا که فشار کم بود ایجا خون ترایکاس پر گوجیتیشن به سرعت کمتر می پس بر شما نشان میده که اگر ترایک اسپید والو رگوجیتیشن سرعتش کم باشه و رایت وینتریکل اوت فلو تراکت تایم ویلوسیتی انتگرالش زیاد باشه استروک ولیمش زیاد باشه اما قدر مقاومت کم است درست اگر اینطور باشه که در پلمونری آرتری فشار بلند باشه در اینجا بوتین مجبور است که فشار زیاد وارد بکنه فشار زیاد که وارد کرد از ترایک اسپ خون که تیر میشه با سرعت زیاد تیر میشه پس ترکاس پرگوجیتیشن ویلیستی ما شما بلند میره درست؟ ایجا فشار وارد میکنه ایجا چون مقاومت موجود است در مقابل فلو ایجا خون کمتر می الویوتی تی وی ما شما کم میبره پس این برای ما شما نشان میده که پلمونری واسکولار رزیستنس بلند است این میکانیزمی که در سیستمیک واسکولار رزیستنس گفتیم هر قدر که در ترکاس رگوجیتیشن سرعتش زیاد باشه اما که نشان میده که اینجا مقاومت بلند است مثل ازی که شما اسکر در جبه روان میکنین اگر مقاومت زیاد بود مقابلشان یک جای کمین گرفته دشمن برش مقاومت زیاد بود و توب بود و انفجار بود و هر چیز بود زیاد اسکر پس میگروزه تعداد زیادشان اگر مقاومت کم باشه یک تق و پق باشه یک کلشنکوف باشه زیادترش تیر میشه یک دو تا ترسویش اگر پس بگروزه درست؟ پس دیجا اگه ایجا مقاومت کم زیاد باشه دیجا مقاومت زیاد باشه با مو اندازه ایجا سرعت گره زیاد است به طرف اوزین راست درست؟ به خاطر ازی که اینمی ترایکست پرگوجیتیشن ویلوسی تقسیم راج وینتر کلاوت فلو ترک تیوی هایی که تقسیم بکنی ای با مو مقاومت زیاد نزدیک نیست ای به خاطر ازی که ای یک ذره نزدیک تر شوه ای را ضرب ده جمع سفر شوه یک شش میکنه ای کورکشن فاکتورایش است درست کی را به مو حقیقت نزدیک میکنه یعنی پلمونری واسکولار رزیستنس مساوی با ترایکاس پر رگوجیتیشن ویلوسیتی تقسیم رایت وینتریکل اوت فلو تراکت تایم ویلوسیتی انتگرال امی کسایی که فرمولا توضیح کردن ای را آل تازه کمک یک رنگ دیگه دادن پلمونری واسکولار رزیستنس هم میگن مساوی میشه با 5.19 ضرب ترایکاس رگوجیتیشن ویلوسیتی مربع تقسیم رایت وینتریکل اوت فلو تراکت تی وی آی منفی 0.4 این فرمول تازه میگن که این هم تقریبا همون فرمول سابقه است ترایکاس ترایکاس پید والو رگوجیتیشن این هم ترایکاس پید والو رگوجیتیشن است اینجا ویلوسیتی را مربع کردن در اینجا مربع نکده بود سابق درست؟ ایجا ضرب 10 جمع 0.16 کده بود ایجا ضرب 5.19 منفی 0.4 کردن همی عدد های شکم که فرق دادن و ادم مخرج همو رایت وینتریکل اوت فلو تراکت تی وی آی است اینمی فرمول هم میگن که از این فرمول کده یک ذره بهتر است فرمول دیگه که است یک ذره مشهر است ده ایجا اگر ما شما ایجا دوپلر خط دوپلر را پرتیم در رایت وینتریکل اوت فلو در اینجا موجه برای ما شما رسم میشه این موجه سیستولیکه ما شما بگیریم اگر خط
ای سی جی موجود باشه، شروع کیو تا شروع ایجکشن ایرا میگن پری ایجکشن پیریود، درست؟ شروع ایجکشن تا پیک ایجکشن ایرا میگن اکسلریشن تایم و دیگه تی تی از یکی از توتال سیستولیک تایم است، زمان مجموعی سیستول چقدر است، درست؟ ده ای فرمول 0.15 اما 1.154 ضربه پری ایجکشن پیریود تقسیم اکسلریشن تایم تقسیم توتال سیستولیک تایم. این فرمول یک ذره درودراز است، درودراز است به او خاطر زیاد در پرکتیک کسی زیاد از پیش استفاده نمی کنه. فرمول دیگه یکی است در اوجه اگر ما شما اینجا پلمونری والو رگوجیتیشن داشته باشیم، پلمونری والو رگوجیتیشن که داشته باشیم، موجه سیستول، موجه دیاستول، ارلی دیاستول یا ان دیاستول، در اینجا ما شما ارلی دیاستولیک پرشر گرادینت میگیریم و ان ارلی دیاستولیک و ان دیاستولیک پرشر گرادینت میگیریم. ان دیاستولیک پرشر گرادینت از ارلی دیاستولیک پرشر گرادینت منفی میکنیم، ایره منفی میکنیم تقسیم کاردیاک آوتپوت میکنیم در لفنتریکل آوتفلو. لفنتریکل آوتفلو رو ما شما در اپیکل 5 چمبر ویو در اینجا ستروک والیم که ما شما سنجش میکنیم، ستروک والیم ضربه هارت ریت، ای بر ما شما کاردیاک آوتپوت هم میتن کاردیاک آوتپوت بوتین چپ در مخرجش نوشته میکنیم، یعنی اینی پرشر گرادینت که در ارلی دیاستول است و این پرشر گرادینت که دا ان دیاستول است پرشر گرادینت، ایرا تقسیم لف انتریکال ستروک والیوم میکنیم، بخش کاردیاک آوتپوت میکنیم کاردیاک آوتپوت. یون برای ما شما پلمونری واسکولار رزیستنس نشان میده، نارمال دی پی بر دی تی است که از 2.4.1 است و دا تصویر چپ که است دا ایجا تصویر راست ببخشی تایم ویلیسیتی انتگرالش 9 سانتی متر است. ایره در فرمول که انداخته 4.1 افت است تقسیم 9 اما تایم ویلوسیتی انتگرال ایره ضرب ده جمع 0.16 کده آخرش 4.8 ور یونیت آمده. مثلا در اینجا تصویر چپه که ببینین سرعت در اینجا 4.9 متر پر سیکند است و در تصویر راست تایم ویلوسیتی انتگرال در چیز که گرفته رایت وینتریکل آوت فلو 21 آمده، یعنی 4.9 تراکاس پرگوجیتیشن ویلوسیتی مربع ویلوسیتی است، درست؟ 4.9 است. اینجا در فرمول ما شما داریم تراکاس پرگوجیتیشن ویلوسیتی تقسیم رایت وینتریکل آوت فلو تراک تی وی آی، پرگوجیتیشن ویلوسیتی 4.9 است و تی وی آی رایت وینتریکل آوت فلو 21 است. اینجا در فرمول که انداخته 2.4 ورد یونیت آمده. یعنی هم در ام مود تغییراتی که ما شما میبینیم در هیمودینامیک چی را نشان میده برای ما شما. مثلا در مریضایی که اکوت سیویر آورتیک رگوجیتیشن داشته باشه طرف راست جدول او مریضا زیادتر میترال والو ارلی کلوژر میتن، ارلی کلوژر با وجود میده میترال والو وقتی که آورتیک والو سیویر رگوجیتیشن داشته باشه. یعنی ایره اگر ما شما در تصویر ببینیم اینجا اگر آورتیک والف یک سیویر رگورجیتیشن داشته باشه خونی که در زمان دیاستول از مایترال میه تیز قطع میشه به خاطر اینکه بوتن تیز پر میشه، بوتن که تیز پر شد دستان مایترال تیز بسته میشه، جریان مایترال شروع میشه تیز پس قطع میشه، ارلی کلوژر به وجود میه. و در مریضایی که الیویتد لف انتریکل این دیاستولیک پرشر داره در اوجه مایترال والف یک ذره دیر بسته میشه، دیلوی کلوژر داره. اگر در بوتین چپ فشار بلند باشه فشار دیاستولیک جریان خون مایترال شروع میشه، جریان داره داره یک وقت این فشار که تیزی مساوی میشه، درست؟ بعد از او از پلمونری وین جریان زیاد است اینجا فشار وزن یک ذره دیگان بالا میره، دیگان بالا میره باز یک مقدار خون دیگه در بوتین میاد، درست است؟ یعنی بوتین فشار دیاستولیکش بلند است، کم استرخا کرد یک ذره بدیر به تاخیر استرخا میکنه، باز استرخای آخریش که کمک میشه باز یک مقدار خون دیگه باز میاد، او را بی بمپ میگن در
یه چیز اگه فکرتان باشه در این مود، در این مود ما شما موجه را گفته بودیم که لیفلیت انتیرور میترال واز میشه، موجه ای بسته میشه، استه موجه اف باز شروع میشه، لیفلیت واز میشه، موجه ای باز بسته میشه، ای سی. ای حرکات لیفلیت انتیرور میترال است در این مود. در اینجا ما شما گفته بودیم که در اینجا بعضی اوقات این لیفلیت باز یک دفعه واز میشه. اینی نشاندهنده از این است که بوتین دوال خوب استرخوا نکده، داخرا کمک که استرخوا کده خون باز جریان پیدا کده، لیفلیت باز یک ذره واز کده. این نقطه بی میگن، این بی بامپ میگن، درست؟ پس نامگذاری چیز که است؟ حرکات لیفلیت مایترال که است، گفتیم به ترتیب است A, B, C, D, E, F از یک سایکل شروع شده، در دیگه سایکل شروع شده. را پریکاردیال تامپونات که است، در اوجه دیاستولی کولپس میته در رایت وینتریکل، دینامیک سباورتیک اوت فلو ابستراکشن که است، میت سیستولیک نوچنگ میتن. این البته ما شما در این مود خوانده بودیم این چیزا را، زیادتر چیزایی است که در موجه خوانده ما شما که در سام ابهر که واز میشه باز بسته میشه، باز واز میشه، این به شکل دینامیک الویوتی ابستراکشن که است، مثلا در اینجا ابستراکشن است، اینجا خون که جریان پیدا میکنه، وینچوری افکت است، انتیرور لیفلیت میترال پشت خود کش میکنه، اینجا جریان قطع میشه، لیفلیت ها پس کمی بسته میشه. این چیزایی است که موجه خوانده ما شما در اورتیک رگورجیشن دیاستولیک میترال فلاترینگ است، مثلا اگر زمان دیاستولی لیفلیت واز است، این خونی که ریگرج میکنه اگر به لیفلیت میخوره، لیفلیت در اهتزاز میره و میکانیکال رستریکشن تو دسک موشن، یک به او شکل باشه راوندینگ آف ده اوپنینگ کلوزینگ پوینت آف ده دسک. این در میکانیکال والف دیده میشه، در میکانیکال والف که دسک موشنشان خراب باشه. البته این دسک موشن ها رو ما شما در بیمور رو قدر دیده نمیتونه، بخاطر از اینکه مو ریوربریشنه که میتن تصویر بسیار خراب میباشه. دینامیک سباورتیک اوت فلو ترکت ابستراکشن است، اونمو سیستولیک انتیرور موشن آف انتیرور میترال لیفلیت، ایره در این مود ما شما خواندیم. لیف بندل برانش بلاک است، در اینجا ارلی سیستولیک داونوارد موشن است، در اسکیمی خواد خواندیم که در اوجه موشن انتر وینترکول سپتوم طرف بوتین گفته این طرف حرکت پیدا میکنه، کته وال موشن اب نورمالتی یک ذره تشخیصش فرق میکنه. ریدیوس لیف وینترکول استروک ولیوم در اینجا اورتیک والف تیز بسته میشه، این لیفلیت هایش واز میشه، باز آیسته آیسته تیز بسته میشه به شکل. یا در این مود ما شما خوانده بودیم، یا در پلمونری هایپرتنشن ما شما گفتیم که این موجه ای از بین میره یا معدوم میشه. و دیگه میت سیستولیک نوچنگ ده سیستول که میکنه، لیفلیت ها آیسته آیسته بسته میشه، باز واز میشه، باز بسته میشه. این تغییرات این مود پلمونری هایپرتنشن است. در رایت وینتریکل اوت فلو، رایت وینتریکل والیوم اوورلود، انتر وینتریکول سپتوم پش میشه، طرف بوتین رایت وینتریکل پرشر اوورلود که هم در سیستول هم در دیاستول بازی رو نمیمونه که طرف او طرف واسه و الیویتید رایت اتریال پرشر که هست، در اینجا وینه که انفیرور باز دایلیت میباشه و در کنسترکتیف پیریکاردایتیس که هست انتر وینتریکول سپتوم و پارادوکسیکل موشن میته. البته تغییراتی است که ما شما هر کدام شد چیزش خواندیم و چیزش بعدم خواد خواندیم و قدر مهم نیستن.